سرخط خبرها: یک مرد در بلخ با ضرب چاقو به قتل رسید. پامیرکولا محموله ای از تولیدات خود را به فرانسه و ترکیه صادر کرد. جنگ تا کوچه ها و پس کوچه های کابل رسید. مشروع خبرها: منابع محلی در بلخ می گویند که یک مرد در این ولایت با ضرب چاقو به قتل رسیده است. این رویداد روز یک شنبه در روستای خروتی از مربوطات ولسوالی شلگره ولایت بلخ رخ داده است. به گفته منابع، این مرد محمدی نام داشت و پس از مشاجره لفظی با یک مرد دیگر به قتل رسیده است. طالبان نیز وقوع این رویداد را تایید کرده و گفتند که این گروه یک مرد را در پیوند به قتل محمدی بازداشت کرده است. فرماندهی امنیت طالبان در بلخ با نشر خبرنامه ادعا کرده که فرد متهم به این رویداد به جرم خود اعتراف کرده است. این در حالی است که از چند ماه به این سو رویدادهای جنایی و قتلهای مرموز در بخشهای مختلف کشور افزایش یافته است. آگاهان: گسترش فقر و بیکاری را از عوامل بیشتر شدن آمار این گونه رویدادها عنوان میکنند. پامیرکولا معموله از تولیدات خود را به فرانسه و ترکیه صادر کرد. منابع محلی در ولایت هرات می گویند که یک معموله از تولیدات کمپانی های پامیرکولا به فرانسه و ترکیه صادر شده است. این معموله روز یک شنبه 5 سنبله از ولایت هرات به کشورهای فرانسه و ترکیه صادر شده است. این معموله شامل آب میوه های مختلف، نوشابه ها و برخی نوشیدنی های دیگر می باشد. چند پیش نیست نخستین محموله نوشابه های آب انار تولیدی کارخانه پامیرکولا از ولایت هرات به امریکا صادر شده بود. شرکت صنعتی پامیرکولا در سال 1383 در شهرک صنعتی هرات تأسیس شد و از آن زمان تا کنون در بخش تولیدات مشروبات غیر الکلی فعالیت دارد. جبهه مقاومت ملی افغانستان در صفحه رسمی اکس خود چنین گزارش می‌دهد: در حمله نیروهای جبهه مقاومت ملی دو طالب تروریست در کابل کشته و زخمی شدند. نیروهای جبهه مقاومت ملی شب گذشته بر فرماندهی پلیس و مدیریت استخبارات شهرستان ولسوالی گلدره ولایت کابل حمله کردند. پس از این حمله، درگیری دو طرفه میان رزمندگان جبهه مقاومت ملی و گروه طالبان حدود نیم ساعت طول کشید که در آن به دشمن تلفات وارد گردیده است، اما آمار دقیق آن هنوز در دسترس نیست. پس از این درگیری، نیروهای مقاومت ملی هنگام برگشت به مواضع خود با یک گروه دیگر از طالبان تروریست مواجه و درگیر شدند که در نتیجه این درگیری یک طالب تروریست به هلاکت رسیده و یک تروریست دیگر زخمی گردید. در این درگیری یکی از نیروهای دلیر جبهه مقاومت ملی نیز زخم سطحی برداشته است. نیروهای جبهه مقاومت ملی به منظور نجات مردم و کشور از چنگ گروه تروریستی مزدور عملات هدفمند خود را در نقاط مختلف کشور طرح و اجرا می کند. طالبان تا کنون در این مورد چیزی نمی گویند. تکفیرگرایی از آدرس جبهه مقاومت ملی افغانستان. روزنامه 8 صبح گزارش می دهد: اخیراً یک تن از منصوبان مشهد نشین جبهه مقاومت ملی بر رهبری احمد مسعود در تلاش برای بیان خطوط اساسی این جبهه حرف عجیب و بی‌سویه زده که به جر و بحث‌های در فضای مجازی منجر شده است. او در صفحه فیسبوکش نوشته که اعضای جبهه مقاومت ملی را فقط مسلمانان تشکیل می‌دهند و غیر مسلمانان نمی‌توانند عضو آن باشند. با گفته او، غیر مسلمانان می توانند بینان خوشبین و پشتیبان این جبهه باشند. این اظهارات در وضعیت مطرح می شود که طالبان به محابا در افغانستان ترکتازی می کنند و از نظر نظامی هیچ چالش در برابر سلطهشان قرار ندارد و نیز این گروه هیچ حزب و گروه سیاسی یا قومی دیگر را به رسمیت نمی شناسد و اجازه نمی دهد هیچ فعالیتی در داخل کشور انجام دهد. در این مورد سخنان چند نکته را می توان متذکر شد. یک، بیگمان مراد این منصوب جبهه مقاومت ملی از غیر مسلمانان نه هندوان یا سیک های افغانستان است و نه یهودیان یا مسیحیان این کشور. کانتکست این اظهارات آشکار می کند که روی سخن عضو یاد شده جبهه مقاومت ملی متوجه نیروهایی است که به گمان او سست اعتقاد و سکولارند و به جدایی دین از سیاست باور دارند. با توجه به این مسئله باید اذعان کرد که ادبیات به کار رفته از سوی این شخص ادبیات تکفیری است و ژرفای فاجعه بار در این جبهه را به درستی بر آفتاب می افگند. احتمال دارد این رویکرد راه را برای شکل گیری سناریوهای خطرناک باز کند. در تاریخ اسلام نیز حاکمان وقتی از نهله یا شخص بدشان می آمد برچسب الحاد بر وی می زدند و سرکوبش می کردند و دمار از روزگارش در می آوردند.
ما طالبان را محکوم میکنیم که به بهانه های واهی مخالفان خود را تکفیر میکنند و آنان را مباح الدم میشمارند و به آسانی سربنست میکنند. یکی از شرایط وضعیت در جبهه مقاومت ملی را مسلمانی شمردن معنای جزئی ندارد که همانند طالب هر شخص یا دسته‌ای را که به مذاق ما خوش نخورد از جرگی خودی ها خارج کنیم و به شلاق تکفیر ببندیم و در مورد آنان تبلیغات منفی را بیاندازیم و سرکوبشان کنیم. اگر این طور است، پس تفاوت اینان با طالبان در چیست؟ اصلا با اتخاذ چنین رویکرد فلسفی وجودی جبهه به نام جبهه مقاومت ملی نیز سوال می رود. قاعدتا مردم می پرسند وقت اعضای ارشد جبهه مقاومت در تکفیرگرایی و عدم پذیرش کثرت‌گرایی و انحصارطلبی در خلق خوانش از دین با طالبان هماهنگ هستند، پس چرا با طالبان کشمکش دارند و مدعی مبارزه با این گروه هستند؟ مهمترین شاخصه طالبان انحصارگرایی دینی و قرائت غیر انسانی این گروه از دین است. وقت اعضای جبهه مقاومت با این شاخصه طالبان مشکل ندارند، چه بسا موارد اختلافی دیگر با مذاکره و نرمش حل و فصل شود. از آن گذشته بدون شک از لحاظ عملی همه آنان که خود را منصوب به جبهه مقاومت احمد مسعود می شمارند مسلمان هستند، یا حداقل ما این گونه فکر می کنیم. طبعا ما حق نداریم به جای خدا بنشینیم و از غیب خبر دهیم و سینه آدم ها را بشکافیم تا معلوم شود که چه کسی واقعا مسلمان است و چه کسی تظاهر به مسلمانی می کند. بنابراین چه نیاز وجود دارد که در مورد مسلمان بودن اعضای جبهه مقاومت احمد مسعود سخن زده شود؟ در این شرایط دشوار این قبیل سخنان چه ضرورت را رفع یا چه مشکل از مشکلات ما را حل می کند؟ طرح این سخنان در این اوضاع که طالبان مخالفان خود را از صحنه به کلی راندن، بجز این که بیانگر مسئولیت ناپذیری و عقده‌گشایی محض باشد، محمل دیگر ندارد. 2. شعار جبهه مقاومت ملی مبارزه با طالبان است. رهبران شاخص این جبهه ادعا می کنند که آنها با الگوگیری از احمد شاه مسعود با تروریسم بین‌المللی در حال جنگند و در خط اول دفاع از ارزش‌ها و اصول جهان آزاد حضور دارند. آنها می گویند که اگر جهان جبهه یاد شده را یاری نرساند، بسیار احتمال دارد که افغانستان به مقر دائمی و اصلی تروریست های جهان تبدیل و حوادث 11 سپتامبر 2001 تکرار شود. آنها از کشورهای غربی می خواهند که به هشدارهایشان اعتنا کنند و با طالبان وارد تعامل نشوند. ظاهرا رهبران جبهه مقاومت هنوز هم امیدوار به تغییر سیاست های غرب و مخصوصا امریکا در قبال رژیم طالبان هستند. با وجود این، در دفترهای سیاسی و فرهنگی جبهه مقاومت در شهرهای دوشنبه و مشهد افراد حضور دارند که علنا و عملا همان افکار طالبان را ترویج و تبلیغ می کنند و بعضی از آنها سابقه عضویت در گروه طالبان را نیز دارند. بار یکی از آنها با لحن نفرت آور در مصاحبه گفته بود که سکولاریسم در افغانستان جایی ندارد و سکولارها موفق نخواهند شد حتی صاحب گوره برای دفن شدن شوند. معلوم نیست این افراد در این بازه زمانی چرا میکشند سکولاریسم و سکولارها را مورد هجوم قرار دهند. آیا در حال حاضر معزل افغانستان از حاکمیت سکولاریسم ناشی می شود یا از تسلط ملاهای قرون وسطایی که فکر می کنند هیچ اندیشه بجز اندیشه عقب‌گرای خودشان حق ابراز وجود ندارد؟ آیا فعالان سیاسی و فرهنگی جبهه احمد مسعود سوراخ دعا را گم کردند، یا آن که با این کارها می خواهند به طالبان چراغ سبز نشان دهند و با آنان پیوند برقرار کنند؟